تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 1-0 مقابل امارات با 3 پیروزی و کسب 9 امتیاز به عنوان تیم نخست گروه خود راهی مرحله 1/4 نهایی 16 دور جام ملت‌های آسیا شد. گزارشی از بابک شایی. ایران با گوچی صدرنشین شد. امروز در بریسبین تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی مرحله گروهی 16 دوره جام ملت‌های آسیا با 1 گل از صد امارات متحول شده گذشت. در حالی که در این دیدار هم هواداران ایرانی حضور چشمگیری در استادیوم داشتند، ایران با 4 تغییر و ترکیبی جدید نسبت به 2 بازی قبل پا به میدون گذاشت. در نیمه اول 2 تیم بازی پای پای به نمایش گذاشتند، اما توپی از خط دروازه ها عبور نکرد. در نیمه دوم امارات بیشتر از ایران صاحب توپ بود، ولی راه به جایی نبود. مصمم بودن کارلوس کیروش برای رسیدن به گل او را وادار کرد دژاگه و قوچان نژاد را وارد زمین کنه. در دقیقه 91 یا دقیق تر در ثانیه های نخست وقت های تلف شده رضا قوچان نژاد سانتر آندرانیک تیموریان را با ضربه دقیق به گل برتری ایران تبدیل کرد. با این نتیجه تیم ملی ایران مثل کره جنوبی با 3 برد بدون گل خورده و به عنوان صدرنشین راهی مرحله 1/4 نهایی این بازی ها شد. بابک شعایی، صدای آمریکا. برای پرداختن به جزئیات بیشتر علی امادی با ما در استودیو. علی، ارزیابی بازی شاگردان کیروش رو داشته باشیم از نگاه آمار در این بازی امروز. اگر نگاه بکنیم به آمار بازی ایران مقابل امارات، اگر با 2 بازی گذشتهش مقایسه بکنیم می‌بینیم که تغییر چندانی نکرده. یعنی اگر از نظر مالکیت توپ باشه، تیم‌های حریف یعنی تیم‌های 3 تیم عربی خیلی بهتر از ایران بودن، درصد مالکیت توپشون بهتر بوده. اگر در مورد مسائل دفاعی نگاه بکنیم می‌بینیم که تیم ایران در مقابل امارات هم همچون 2 بازی گذشته در جنگ‌های تن به تن موفق‌تر بوده، در قطع کردن توپ‌های حریف موفق‌تر بوده. مهمترین اتفاقی که در بازی امروز ایران مقابل امارات افتاد این بود که ترکیب جدیدی رو رونمایی کرد آقای کارلوس کیروش و بازیکنان جوانی رو به خدمت گرفت. تا دقیقه 60 دست به ترکیب نزد و این نشون داد که تیم ایران به رغم اینکه موفق بوده تا الان، بازیکنان در واقع نیمکت نشین خوبی هم برخوردار هست که در واقع یک پارچگی تیم ایران رو نشون داد و اینکه سازمان دفاعی ایران با تغییر مهره هم تفاوت چندانی نمی‌کنه. حالا علی، به تیم فوتبال ایران در مراحل بعدی این رقابت‌ها به مسافه کدام تیم‌ها خواهد رفت و زمینی که چه موقعیتی داره به واقع؟ تیم ایران با این پیروزی با 9 امتیاز صدرنشین گروه سوم شد. بعد با تیم دوم که احتمالاً تیم عراق خواهد بود یا اردن، البته فردا مشخص میشه، ژاپن با اردن بازی می‌کنه، عراق با فلسطین. عراق اگر فلسطین رو شکست بده و اردن هم از ژاپن شکست بخوره، ایران با عراق بازی می‌کنه و برنده اون دیدار به مسافه برنده تیم‌های باز دیدار کره جنوبی و ازبکستان میره در مرحله نیمه نهایی.